آیا در تصویر چیزی در ظاهر غیر ممکن را مشاهده می کنید؟ پروانه ای که نصفش مرد و نصفش زن است؟ امروز خواهید دانست که چگونه مرغ بدون سر و تمساح بدون فک بالایی زندگی می کنند و چگونه شن و ماسه به جنگل تبدیل شده و سنگ چطور شنا می کنند. ادامه را با بوداپرس همراه باشید. تمساح. این تمساح در مونرو در نزدیکی اورلاندو فلوریدا مشاهده شد. مردم از دیدن این شکارچی حیرت زده شده بودند، اما مشخص نیست که چرا این تمساح فک بالاییش را از دست داده است. شاید در جریان درگیری با تمساح دیگر اتفاق افتاده باشد، اما حیوان درک کرده است که چقدر دچار مشکل شده است، با آن خاطر برای درخواست کمک به انسان‌ها آمده است. با از دست دادن نیمی از دندانهایش حتی به سختی می توانست قرد دهد. این مشکل در طعمه آماده شده بود، چی رسد به شکار. شرایط سختی را دارد، اما از لحاظ تیوریک این تمساح قابل درمان است. مردم یاد گرفتند که چگونه با استفاده از چاپگر سه‌بعدی امکانات مصنوعی را روی بدن حیوان وصل کنند. به طور نمونه این زاغ چند پیش به نحوی به خود آسیب میزند و بخش بالایی منقارش را از دست داده و تقریبا توانایی خوردن را از دست میدهد. خب، دامپزشک یک منقار جدید به وی میدهد. دامپزشک با کمک دندان پزشک فوری شروع به ساخت منقار مصنوعی کرد. اساساً او را بیهوش کرد و بعد از کار زیاد همانند دندان مصنوعی مادر بزرگ برایش منقار داد. در حالی که برخی از حیوانات برای ادامه زندگی عادی به کمک انسان‌ها نیاز دارد و برخی حتی واقعیت‌ها را وارونه می‌کنند. مرغ بدون سر. اگر در گوگل جستجو کنید به تصاویر عجیبی برمی‌خورید. مثل این یکی، چند سال پیش یک کشاورز در کلارادو آمریکا می‌خواست سوپ خوشمزه درست کند، اما فرایند آماده سازی طبق برنامه پیش نرفت. به این معنا که مرغ از مردن امتناع کرد، سرش را از دست داد، ولی بلند شد و شروع به دویدن کرد. حتی فردا صبح متوجه شد که مرغ هنوز زنده است. مرغ قادر بود تعادلش را حفظ کند و راحت قدم زند. حتی او تلاش میکرد که غذا بخورد، مسواک زند، اما برای هیچ یکی موفق نمیشود. در نهایت مالکش تصمیم گرفت که دنیا تصویر این مرغ را ببیند. گزارش مرغ بی سر در روزنامه نشر شد و صاحبش در مرکز توجه قرار گرفت و گردشگران به دیدن این مرغ می رفتند. درآمد حاصل از این مرغ در هر ماه مبلغ 40,000 دلار در مقایسه امروزی بوده است. متاسفانه که بعد از 18 ماه زندگی بدون سر به سر رسید. صاحبش غذای مایع و آب را از طریق حلقوم وارد می کرد، اما یک روز فراموش کرده بود که با تأسف مرغ خفه شد و درآمد مالکش نیز به پایان رسید. موس یا گوزن شمالی. آیا انتظار داشتید که گوزن شمالی شنا کند؟ آنچه را شما میبینید موس در حال شناست. شاید باور نکردنی و احمقانه باشد که حیوان چهارپای خشکی شنا کند، ولی این تصویر فریبنده نیست. موس ها شناگران ماهرند که دوست دارند وقتی بیشترشان را در آب بگذرانند. بنابراین اگر موس را ناراحت کردید، حتی فکر فرار را هم نکنید. شاید بهتر از انسان ها، موس ها در دمای پایین تر می تواند از رودخانه ها و دریاچه ها عبور کند و در روز گرم تابستانی خوشحال در زیر آب می رود و نه تنها شنا بلکه از زیر آب حتی سبزه ها را می خورد. موس ها خیلی عمیق می تواند شیرجه بزند، حتی می تواند تا 5 متر در زیر آب رود و می تواند تا نیم دقیقه نفسش را بگیرد. کوسه. این تنها گوزن نیست که در آب شنا می کند، اما کوسه ای که در خشکه قدم می زند چطور؟ کوسه های کلاهدار خطری برای انسان ها ندارد و آنها دوست دارد هر چیزی را که در پایین پیدا کند بخورد، اما این واقعیت را تغییر نمی دهد که آنها می تواند راه بروند. این کوسه نمونه ای از تکامل یافته، اما برخلاف اقوامشانند که می توانند از پاهایشان برای راه رفتن استفاده کند. باله ها برای حرکت روی شن و ماسه و حتی در خشکه و آب می تواند او را کمک کند. اگر کوسه در آب کم عمق پیدا شود، سرعتش را کم، تنفس و ضربان قلبش را کاهش و آهسته می کند و همین طور جریان اکسیژن و حداقل برای نیم ساعت می تواند بدون آب زندگی کند. اگر ماهی در چنین شرایط گیر بیفتد، با تأسف که نمی تواند، اما برای زنده ماندن باید راه رفتن را یاد بگیرد. سنگ شناور.
سنگهایی که شنا میکند، البته نه همه ایشان. من در مورد سنگهایی صحبت میکنم که پل ادامس از آن ساخته شده بود. رشته سنگهایی که بین هند و سریلانکا موقعیت دارد. افسانه های زیادی راجع به ساخت این پل گفته شده است، اما نکته اصلی این است که سنگهای محلی واقعا میتواند شنا کند. اگر ساده بگوییم سنگهای آتش فشانی به خاطر سبکی بیش از اندازش میتواند بروی آب شناور بماند. این سنگ چون کاملا جامد نشده و حبابهایی از هوا در خود دارد، این چنین سبک است. همین کافی است که بدانیم سنگ هم شنا میکند. این نه تنها در هند بلکه در جاهایی که آتش فشان نزدیک است شما مشاهده خواهید کرد که سنگ هم شنا میکند. بیابان خشک. حالا در مورد بیابان صحبت میکنیم، واقعیت هایی که هر سال افزایش پیدا میکند و هیچ چیز خوبی در مورد آن وجود ندارد. بیابان و بیابانزایی به طور خلاصه منجر به فقر، گرسنگی و درگیری می شود و مسلماً که چشمانداز خوبی ندارد. در این مورد چین یاد گرفته است که چطور بیابانزایی را معکوس کند. آنها درخت می کارند، به تعداد خیلی زیاد درخت می کارند و نیز سایر گیاهان را می کارند که البته با تشخیص خاک و محافظت از باد صورت می گیرند. این کار خیلی سخت است اما ارزشش را دارد و تمام بیابانهای شین و ماسه به محیط سبز تبدیل شده است. یعنی بشر زندگی خلق می کند و برخی موقع طبیعت به تنهایی زیباترین صحنه ها را ایجاد می کند که حتی صحرای خشک آتاکاما می تواند شکوفا شود و به یک چمنزار تبدیل شود. موافقم که کلمات رطوبت و صحرا خوب پیش نمی رود، اما در خشکترین مناطق چین دندابی و یا حوشچه وجود دارد یا شور و یا شیرین که در وسط شین و ماسه موقعیت گرفته و به هیچ دریاچه متصل نیست. دانشمندان هیچ نظریه‌ای درباره باقی ماندن این آب‌ها ندارد، در حالی که در هوای گرم و سوزان فوری باید تبخیر شود. همه چیز ممکن است در مورد چشمه‌های زیرزمینی باشد. دوقلو. نادرترین واقعیت داستان دوقلوی افسانه‌ای لوسی و ماریاست. بله، درست فهمیدید که آنها دوقلوان. فقط شبیه یکدیگر نیستند بلکه کاملا مخالف و برعکس همند. پدرشان قفقازی است و مادرشان جامیکایی. معمولاً دو قلوها در واقع خیلی منحصر به فرد است، اما داستان لوسی و ماریا واقعاً تکان دهنده و لذت بخش است. طبیعت میتواند کارهای شگفت‌انگیزی انجام دهد. این محدود نیست، نه؟ پرنده. به این پرنده نگاه کنید. این پرنده یک کاردینال شمالی با پرهای کاملاً تشخیص شده است. قرمز رنگ مردان و قهوه‌ای رنگ زنان، اما پرنده مقابل شما نیم مرد و نیم زن است. بله، واقعا شگفت‌انگیز است. این ناهنجاری را معمولاً آندرومورفیزم جنسی می‌نامند که کروموزوم‌های جنسی در ابتدای رشد ارگازم به صورت اشتباهی در سلول توزیع می‌شود که این موجود خودش عقیم می‌ماند. علاوه بر آن به این پروانه نگاه کنید که در اول ویدیو نشان دادم. این دقیقاً همان طور است که نصف مرد و نصف زن است. از قضا آماری در مورد پروانه در هر 10,000 یک مورد قابل دید است و عمری کوتاه‌تری دارد. خب دوستان نازنین، کدام یکی برای شما جالب بود؟ در کامنت بنویسید. تا ویدیوی بعد، بدرود.